خب عزیزان اگه خاطرتون باشه چند هفته پیش در مورد سه داروی شفابخش با شما صحبت کردم چند نفر یادشونه؟ آه یادتون آیا واقعا به کار میبرید این داروها را؟ اولا تعداد کمتری من دیدم یادشون بود ممکنه من نام ببرم شما با من بگید که بیاد بیارید چیا بود اولین دارویی که هر روز باید ازش بخوریم برای بحرانهای مشکلات زندگیمون شکگذاری برای حاکمیت خدا بر تمام شرایط بد و منفی زندگی. خب اینو به خاطر بسپارید. شکگذاری برای حاکمیت خدا بر تمام شرایط بد و منفی زندگی. اینا رو ما توضیح دادیم لطفا گوش بدید در برنامه‌ای که تو اینترنت هم هست دوم اعتراف نیکوی روزانه ایمان مسیح و سوم استفاده از اقتدار الهی برای فرمان دادن بر هر گره کور شیطانی بر هر چیزی که بله اینجا هم اومده بر هر گره کور و حملات مختلف دشمن پس این سه دارو را لطفا هر روز من گفتم حتی روزی سه بار و هر بارم اگه بتونید یه نیم ساعتی وقت بدید به صبح و ظهر و شب اون وقت بعد از شیش ماه خواهید دید چه اتفاقی میفته ولی بعضی هم ممکنه گفته باشند، ضمن اینکه من خیلی شهادت های خوب میشنوم در مورد استفاده این سه دارو از اشخاص مختلف چه از داخل ایران چه خارج از ایران مرتب من شهادت های عالی میشنوم ولی چند نفری هم بودن که گفتن ما نتیجه نگرفتیم و من جلسه دعای گذشته پنجشنبه که متاسفانه شاید یک سوم این جمعیت در اونجا حاضر بودن و من نمیدونم چرا برای دعا کم میاییم شاید احتیاج زیاد به دعا نمیبینیم خیلی روحانی شدیم زیاد احتیاج نمیبینیم دعا کنیم در حالی که دعا مهمترین نیاز ماست و همیشه در همه جای دنیا جلسات دعا خلوتتره و این جای تاسف داره واقعا اونجا من یه مقدار در مورد نحوه استفاده از این سه دارو صحبت کردم ولی طوری نبود که برای همه قابل استفاده باشه چون اکثرا نبودن و من به یک شکل دیگه میخوام اون موضوع را انبان کنم و پاسخ اونایی را بدم که میگن چطور ما استفاده کنیم که این داروها سمر بخش باشه نحوه استفاده این داروها چطور باید باشه و برای چی حالا این یک شنبه دوباره در قلبم بود چون دیدم در مسیر شفا و آزادین جمعه خانوما میرن و بعد برای آقایون هم باید اعلان کنم که به زودی یک جلسه دیگر هم باز با همکاری برادر بهرنگ با ایشون هماهنگ میکنیم یک روز دیگر برای آقایون باشه که اونا هم از این موضوع استفاده کنن ولی چون ما همیشه تو کنفرانس ها و تو این جلسات داشتیم این طور برنامه ها را من نمیدونم چی پیش میاد که خیلی ها میگن ما شفا آزادی را یافتیم بعد از یکی دو ماه دیگه میبینیم که هنوز از اون مشکل هم. دوباره منتظرن که مثلا برادر رافی بیاد حالا ایشون هم دستی بذاره دعایی بکنه باز میبینیم که ایشون میره باز هم بعد از یه مدت دوباره اینها همون مشکل رو دارن یه دست مشتری های ثابت ما هستن در قسمت شفا آزادی آیا مشکل در دعا کنندگانه در دعا شوندگانه مشکل در کیه چرا خیلی ها نتیجه نمیگیرند خب نحوه استفاده چجوری باید باشه شما اگه این چیزایی را که امروز میگم استفاده نکنید به رنگ که هیچی خود عیسی مسیح هم بیاد دست بذاره به شما شما آزاد نمیشید اینو مطمئن باشید صد درصد مطمئن باشید تجربیات ما اینو میگه عزیزان خود اونایی هم که دعا میکنن خودشون هم میگن میگن ما خودمون هم تا اینا را استفاده نکنیم آزاد نمیشیم حالا با خودشون هم هماهنگ کنید میبینید اونا هم همونو میگن بنابراین من وقتی مشکلی دارم به عنوان شبان شما به کی باید مراجعه کنم؟ به کی باید مراجعه کنم؟ من شفا و آزادی را دارم. خوشبختانه دارم. ولی چی باعث میشه تو این شفا و آزادی باشم؟ هیچ کس از این برادران برای من دعا نکرده بسه شفا و آزادی. خودم با استفاده از این روش ها آزاد شدم. من به دعای دیگران معتقدم نه که محتاج نیستیم ولی اگه خودمون هم کاری نکنیم فایده نداره اون کسی که میتونه ادوارد رو کمک کنه مهمتر از هر کس دیگری خود ادوارده پس شما اینقدر اتکا نکنید حالا آقای بنهین مثلا میاد من سه چهار بار تو جلساتش بودم ایرانی هم میکنن اونجا هیچ هم شفا نمیابه میرن دست خالی برمیگردن چرا چون متکی هستن به آقای بنهین تو فیلم ها دیدن کت میندازه صد هزار نفر مثلا حالا صد هزار نه بیست هزار نفر میریزن رو سر کوله هم دیگه هیجانات هست افتادن ها و برخی ها هست ولی یه نفر میگفت چهار بار افتادم بلند شدم بازم دیدم هیچ تغییری نشد بنابراین از دنبال یک روش دیگه باشیم که کتاب مقدس گفته حرف این اونو زیاد باور نکنید حرفی رو که کتاب مقدس گفته و سندیت داره باور کنید و اگه کسان دیگه حتی از رهبران یه چیزای دیگه به شما میگن شما بگید برادر ادوارد این تعلیم رو به ما داده شبان ارشد کلیسا اینو به ما گفته دیگه بدونید که ما آنچه که به شما میگیم درسته و موثقه و معتبره خب برگردیم به همین موضوع اعتراف ایمان و اقتدار روحانی دوتا از این داروها که بود سوال اینه چگونه از اقتدار روحانی و اعتراف ایمان استفاده کنیم که مؤثر واقع شود و کاربرد اجرایی داشته باشد چگونه باید استفاده کنیم چون نکات زیاده من نمیخوام توی جلسه دیگه ای هم بگم معمولا توی یک موعظه نکات خیلی زیاد نمیگیم امروز من در همین زمانی که وقت داریم میخوام به این نکات یادآوری بکنم و شما اینا رو خواهش میکنم به ذهن بسپارید وقتی که اعلام اقتدار و اعتراف ایمان ما در رابطه شفاف با خدا انجام شود یعنی چی یعنی رابطه ما با خدا خیلی مهمه که ما در رابطه درست این کار رو انجام بدیم. اگه من در گناه زندگی می کنم، اگر واقعا در یک نافرمانی مشخص هستم، این گناه قدرت روحانی من رو خشک می کنه. پس شما اگه توبه نمی کنید از اون اصارتی که دارید، شفا و آزادی صورت نمی گیره عزیز من. کسی دیگه ای نمیتونه به جای شما توبه کنه توبه را هر شخص خودش باید بکنه گناهان رو باید توبه بکنید تا اون شفا و آزادی بیاد کلام خدا میگه اول نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید بعد برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید پس توبه باعث میشه رابطه ما با خدا شفاف باشه تقدس خیلی مهمه در ارمیا 15 19 ببینید همه اینا طبق آیات کلام خداست ما دو تا سه تا آیه آوردیم ده آیه دیگه هم هست میگه اگر رضایر را از نفایس بیرون کنی مثل دهان من خواهی بود یعنی چیزای رزد و پست و از چیزای گرانبها ها بیرون کنی دهان تو میشه دهان خداوند که میتونه اعتراف نیکو بکنی میتونه اقتدار روحانی داشته باشی همینطور مزمور آیه 16 میگه به تو چه مربوطه ای شریر که اسم منو به زبان میاری وقتی در گناه زندگی میکنی پس برادر و خواهر عزیز من با گناه شوخی نکنید ضد کلمه گناه توبه است ضد کلمه گناه اخراج دیو نیست ضد کلمه دعا فرمان دادن به شخص نیست شخص تا توبه نکنه من صد تا هم بهش فرمان بدم آزاد نمیشه ضد کلمه گناه توبه است از اینجا شروع میشه پس باید رابطه شفاف باشه دوم وقتی که اعلام اقتدار و اعتراف ایمان ما بر اساس حقایق کتاب مقدس قرار گرفته باشه یعنی چی یعنی من باید کلام رو خوب بدونم که اعترافات ایمانی که می کنم طبق کلام خدا باشه من خواهش می کنم کلام خدا رو خوب بخونید با دقت بخونید با تعمق بخونید با تفکر بخونید هیچ الهام دیگری را مثل خواب و رویا و حرف این و اونو جای کلام خدا قرار ندید تجربیات دیگران جای کلام خدا قرار نباید بگیره شما کلام و بخونید از کلام پر باشید چون بعضی رو دیدم مثلا اینجوری دعا کردن میخوان مثلا را برای یه نفر دعا کنن که ازشون بدشون میاد که اون شخص آزاد بشه یا دست از سرشون برداره میگن الهی بری که یک تریلی هیجده چرخ از روی تو رد بشه بعد میبینن هنوز آه دلشون خالی نشد میگن یه تراکتورم دنبالش بیاد که صافش کنه خب این اعلام طبق کلام خداست البته که نه شما باید طبق کلام خدا ایمان تو اعتراف کنی یعنی حقایقی را بگی که با این تعالیم تطبیق داشته باشه خود کلام را اعلام کن اون که کلام گفته بهترین روش اینه که شما کلام رو باز کنی بگی خداوندا اینجا اینطور گفته شده من بر اساس این ایمانم و اعتراف میکنم و مطمئنم باشید که تعبیر درست کردید از اون آیه چون بعض وقتا ممکنه تفسیر درست نکنیم از یه ای آیه شیطان هم برای مسیح آیه می آورد ولی تفسیر غلط میکرد. تفسیر بیجا میکرد. بعد کلام را با تفسیر درستش خوب بدونید جایی که مشکل دارید بپرسید از ما تفسیر این آیه چیه تا ما برای شما روشن کنیم در اینجا در ارمیا یک نوده خداوند به ارمیا میگه کلام خود را در دهان تو نهادم از این جهت تو اختدار داری از ریشه برکنی و منهدم سازی و بنا کنی و قرض نمایی و در قلب ملاکی دو هفت میگه کاهن خدا باید دهنش پر از کلام باشه مردم شریعت را از دهان او بطلبن چون او نماینده خداست خب سوم وقتی اعلام و اقتدار اعتراف ایمان ما موثره که با اعتماد چون سخنگوی خدا بدون شک سخن میگوییم همینطوری ورد نگیم با ایمان بگیم مسیح در مرقس 11 فرمود که شما سه بار کلمه گوید رو اونجا به کار میبره مرقس 11 23. این عین آیه اینطوریه هر که بدین کو گوید یه بار گوید گوید چی بیفت تو دریا در دل خود شک نداشته باشد که آنچه که گوید مرتبه دوم گوید میشود هر آینه هر آنچه که گوید می شود. مرتبه سوم گوی تو یه آیه اهمیت کلام را در گوید سه بار تکرار کرده مسیح ولی میگه با ایمان بگید در دل تو هرگز شک نکن در اول پتروس 4 میگه اگه کسی سخن بگه مثل اقوال خدا یا سخنگویان خدا سخن بگه ایمان چی عزیزان ایمان چیه باید به شما بگم ایمان یک آرزوی و بر رویا نیست ایمان خودفریبی نیست ایمان تحمیل تحمیل یا فشار از جانب دیگران نیست که ایمان بیار ایمان بیار و به زور به ما ایمان رو تزریق کنن ایمان تلقین نیست تقلید و تکرار از دیگران نیست ایمان چیه ایمان اعتماد و اطمینان به طور قلبی نسبت به خداست کلام خدا چهار بار گفته مرد عادل به ایمان خود زیست می کند هر آنچه شما اعلام می کنید با ایمان بگید در دلتون شک نکنید چون بدون ایمان بخواهید چیزی را بگید موثر نخواهد بود چارم، اعلام اقتدار و اعتراف ایمان ما زمانی کاربرد اجرایی داره که آگانه و با تمامی قلب انجام شود ببینید ما باید بدونیم چی کار داریم میکنیم و با تمام قلبونو اعلام کنیم این خیلی مهمه تو تیواری یک چیزی را یاد گرفتیم بعد به صورت ورد مثلا تو مذهب قبلی هم میگفتم مثلا صد هزار بار برو سلوات بگو یا چند بار برو تصویر رو بخون و هی hey, نظر و نیاز کن و یه کلامی رو هی hey, بگو 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 یکی از عزیزانی که این هفته پیش ما از ایران دیدیم از دراویش بود که اومده بود مثلا میگفت که اه, به ما میگفتن یه وردی رو هی hey, بگو بگو اسم کسی رو ببر 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 ببر, ببر مثلا تا هزار بار دو هزار بار بعد اینقدر گرم میشدیم مثلا سیخ جگر رو میزدن اینجا که برای خودش هم شده بود از اون طرف صورت در میومد بعد ما رو تو آتیش مینداختن یا صندلی رو مثلا به هوا بلند میکردیم شیطان هم قدرت های عجیب غریب داره این شخص ایمان آورده بود سه روز برای او دعا کرده بودند، شبانش و یک نفر دیگه تا این روحای بدی که از این دراویش بهش رسیده بود بیرون بیاد ولی میگفت ما هستم معنی این کلمات رو هم که میگفتیم نمیدونستیم فقط به ما گفته بودم بگید 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 اینقدر بگید تا برید تو عالم خلصه و دیگه نفهمید که رو زمین هستید ما در مسیحیت چنین چیزی نداریم اعتراف و ایمان ما زمانیه که ما میفهمیم چیکار کار داریم میکنیم آگاهیم در مزمور 62 آیه ۸ میگه دلهاتون رو بریزید ایوب در بدترین شرایط اعتراف ایمانش رو اینجور کرد من میدانم ولی من زنده است پولس در دو تیموتائوس یک دوازده میگه میدانم به کی ایمان آوردم مسیح به زن سامری گفت ما میدانیم که را عبادت میکنیم باید با فهم باشه با درک باشه با آگاهی باشه با تمام قلب باشه خدا به دل نگاه میکنه پس همین جوری نیست که یه وردی را بگیم و فکر کنیم اون ورده که اثر میکنه. یه زمانی بود که پولس رسول به نام مسیح دیوار اخراج میکرد بعد هفت نفر جادوگر اونجا بودن پسران اسکیوا مینامیدن اونا را. اینا گفتن ببینیم پولس چه جوری دیوار اخراج میکنه. میگه راحت میگه به نام عیسی مسیح بیایید بیرون و میام بیرون. گفتن اینکه کاری نداره ما هم میریم همین کارو میکنیم. فکر کردن کاربرد اجرایی تو تقلید از این فرموله رفتن به دیو زده گفتن به نام عیسی مسیح بیا بیرون اینا دیو نزدیک شد به نام عیسی مسیح بیا بیرون دیو اومد هر هفت نفر رو حسابی کتک زد لختشون کرد و اینا فهمیدن که به کار بردن نام عیسی اگه با این روش ها نباشه کاربرد نداره خودشون ایمان نداشته هستن به عیسی مسیح فقط داشتن تقلید میکردن میگه بعد از آن در اعمال رسولان باب 19 نوشته مردم یاد گرفتن اسم عیسی مسیح رو مکرم بدارن پس بیهوده نام او را به کار نبرید با آگاهی و با درک پنجم زمانی در اعلام و اعتراف ایمان ما قدرت بیشتری جاری می شود که امر اتحاد فکر میکنم موضوع دیگه باید که در اتحاد و یکدلی انجام شود با دیگر ایمانداران انجام شود حالا این موضوع در اتحاد و یکدلی با دیگر ایمانداران انجام شود خب اینجاست که الان جلسه جمعه برای خانوم ها و بعد برای آقایون موثر میتونه باشه که متحد بشن با هم متحد بشید با اون برادری که برای شما دعا میکنه بله اینجا اتحاد وقتی اهمیت داره که شما قدم های قبلی رو برداشتید اون موقع است که عیسی مسیح در متا 18 18 و 19 میگه دو نفر حتی با هم متفق بشن هر چی که روی زمین بخوان در آسمان بهشون داده میشه هر چی روی زمین ببندن در آسمان بسته میشه هر چه روی زمین باز کنن در آسمان باز کرده میشه به شرط که متحد بشن با هم یک دل باشن تو امار رسولان چهار 24 و 31 میگه همه با هم متحدن دعا میکردن اون مکان به حرکت در اومد و همه از رول خدس پر شدن با دلیری کلام خدا رو میگفتن ولی نتیجه اتحاد این بود شما نیاز دارید با یکدیگر دعا کنید نیاز دارید با کسی که هم با شما دعا کنید خیلی احتیاج هست شما با کسانی در کلیسا متحد بشید که اینا اهل دعا هستن همیشه این افرادی که اینجا میستن و اینجا آمادن برای کمک به شما یا بقیه عزیزان در جاهای دیگه این عزیزان آمادن با شما دعا کنن ما در کلیسا مردان و زنان دعا داریم که شما باشون متحد بشید و مطمئن باشید در این اتحاد قدرت هست برای آزادی و شفا ششم، وقتی اعلام اقتدار و اعتراف ایمان ما با تکیه به دو سلاح منبع قدرت انجام می ثمره سمره آن را می بینیم این دو سلاح چی هن؟ سلاح نام مختدر عیسی مسیح خداوند در مزمور 20 میگه و می گه اینان عربه ها را آنان از را ما نام یهوه را ذکر می کنیم. ایشان خم شده افتادند ما برخواسته ایستاده ایم کاری که داوود برای جولیات کرد به نام یهوه به, به سراغ میام و سنگ و رها کرد و مستقیم به هدف زد در مرقوش 16 16 مسیح میگه به نام من دیوها را بیرون میکنید شناخت اقتدار نام عیسی مسیح خداوند واقعا ما یکی از چیزهایی که باید همیشه توسط روح قدس بخوایم بر ما کشف بشه قدرت نام عیسی مسیح وقتی این نام را میشناسیم و از این نام به طرز درست استفاده میکنیم سلاحیه که جواب میده تیریه که به قلب دشمن میزنه همینطور سلاح خون مختدر عیسی مسیح کاری که مسیح روی صلیب انجام داد بزرگترین مظهر پیروزی بود مسیح سر شیطان را زیر صلیب کوبید وقتی هم گفت تمام شد پیروزی مطلق را به کمال رساند و اولین که کتاب مقدس را به ظهور رسانید هر قطره خون عیسی مسیح مظهر قدرت پیروزی است و در کلام خدا ابرانیان ده 19 میگه به خون عیسی ما دلیلی داریم تا به مکان اقدس داخل شویم مکاشفه دوازده یازده مخصوصا این آیات رو هم برای کسانی میگم که دارن از طریق اینترنت گوش میدن که اونجا میگه به وساطت خون بره و کلام شهادتی که بر خون بره ما میدیم بر شریر غلبه میابیم از هیچ چیزی شیطان به اندازه این دو سلا نمیترسه اکثرا هم این فیلم های تجاری هم که حتی ساختن برای اخراج روحای شریر از قدرت نام مسیح و صلیب مسیح بهره بردن ما هم میتونیم با استفاده از این دو سلا به طوری که آگاهی خوب داشته باشیم لطفا در مورد قدرت نام مسیح و قدرت خون مسیح مطالعاتتون رو زیاد کنید بذارید تو خیلی راحته حالا من چون حفظ هستم احتیاج نمیبینم برم به کشف بلایات نگاه کنم در مورد اینها ولی شما میدونم خب به اندازه من حافظتون در کتاب مقدس نیست خب بذارید تو کشف بلایات الان خیلی راحته نام عیسی صد تا میاد اونها رو بخونید خون ایسا صد تا دیگه میاد و ببینید چیه نام مسیح چیه خون مسیح کاربردش چیه کجا استفاده صحیح ازش کرد همینطور علکی نگید به نام عیسی به نام خون عیسی اینجوری که ما نیست که باید بگیم باید همینطور که گفتم شناخت داشته باشید آگاهی داشته باشید بدونید که چیکار دارید میکنید اساس کار ما روی آگاهی عزیزان قوم من از عدم معرفت هلاک میشن پس با درک قدرت نام عیسی مسیح و قدرت خون عیسی مسیح شما میتونید استفاده موثر بکنید از اعلام اقتدار و اعتراف ایمانتون خب هفتم وقتی اعلام اقتدار و اعتراف ایمان ما کاربرد پیش رونده دارد که به طور موثر آن را انجام دهیم به طور موثر به طور مرتب برادر به طور مرتب آن را انجام دهیم بله اینو مرتب کن به طور مرتب آن را انجام دهیم مشکلی که ما داریم همینه با ایمانداران به طور کلی ما ایرانیا همین الان به یاد بیارید چند تا از کاراتون تصمیم گرفتید نیمه کار باقی مونده چقدر شما قول میدید نمیتونید تا آخر انجام بدید چقدر هر سال نو که میاد میگید من امسال تصمیم گرفتم که این کار و اون کار رو بکنم اون یکی دو هفته اول دارید تلاش میکنید بعد دیگه جز به پرونده های فراموشی میره ما اگه به نتیجه نمیرسیم به خاطر اینه که نیمه کار رهاش میکنیم صبر نمیکنیم تا خدا عمل خودش رو انجام بده شخصیت ما به گونه ایه که زمان میخواد که ما بتونیم عوض بشیم زمان میبره ما مرغ کنتاکی نیستیم که بذارن تو فر از اون طرف سری بیاد بیرون و بنابراین برای اینکه ما نتیجه بگیریم باید به طور مرتب برای همین من اون دفعه گفتم اون خانم گفتم برو شیش ماه در مورد شوهرت این اعتراف رو بکن نتیجه خواهی گرفت که ایشون اینقدر جدی گرفت که سه ماهه نتیجه گرفت ولی شما واقعا هر روز از اعلام اقتدار و هر روز از اعتراف ایمانتون استفاده میکنید یا یه روز حالشو رو ندارید یه روز تنبلی میکنید یه روز میگید با باخه حالا با اینای نیست که حالا یه چیزی برادر ادوارد گفته من که نمیگم اینا رو کلام خدا میگه ببینید ابرانیان چهار ده اعتراف ایمان رو محکم نگه داریم همینطور ده بیست و دو اعتراف امید اعتراف را محکم نگه داریم یعنی دنبال کنیم اول تیموتاو 6 12 جنگ نیکوی ایمان را بکن که در آن اعتراف نیکو کردی در حضور گواهان بسیار باید به طور مرتب ببینید دانیال روزی سه بار پنجره را باز میکرد به سمت خرابی های اورشلیم تا بالاخره خداوند این خرابی ها را به آبادانی تبدیل کرد دانیال که خیلی سر شلوغتر از من و شما بود اون نخست وزیر داریوش پادشاه بود مسئولیتش خیلی زیاد بود اما حتی در بدترین شرایط که افرادی رو که تمثال داریوش را عبادت نمیکردن کردن می داختن تو چیز چاه شیران دانیال تو اون موقع وفادارانه این کار را کرد و علنی هم کرد برای اینکه او فهمیده بود وقتی به طور مدام یک موضوعی را پیگیری کنه به نتیجه خواهد رسید خداوند افراد جنگ مثل دانیال میخواد افراد مقاوم که ایستادن تا به نتیجه برسن خب بریم رو نکته هشتم وقتی انگیزه اعلام اقتدار و اعتراف ایمان ما ظهور جلال خداست نتیجه مؤثران ظاهر میشه چرا خیلی از وقتا نتیجه خوب نمیگیریم چون خدا میدونه که ما این چیزی که میخواهیم برای جلال انسانه الان اسم بعضی در رفته در این مورد ولی اگه شما به انسان اتکا کنید انسان هر کی که میخواد باشه میگه ملعون است کسی که به انسان متکی باشه ما انسان ها وسیله ایم اسم منو مثلا به عنوان متخصص ازدواج در من خواهش کردم کسی این اسمو نگه به من چون واقعا این تخصص کار داده دست ما در مواردی هیچ کس متخصص نیست ما فقط وسیله ایم ما یه ای خانومی رو میشناختیم شاید اینجا قبلا گفتم جلسه دعا گفتم اون دفعه بله این خانوم متاسفانه بیماری سرطان گرفته بود و گویا اراده خدا این بود که ایشونو ببره پیشش و دعاها و روزهای کلیسا سمربخش واقع نشده بود گاهی وقتا اینطوری پیش میاد ما نمیدونیم حکمت خدا چیه یه برادری که خودش رو خادم میدونست خیلی طالب جلال خودش بود اینایی که طالب جلال خودشون هستن خصوصی میرن یه چیزایی میگن علنی نمیگن خصوصی میگن بعدش هم این کار میکنن که ما نگفتیم رفته بود به این خانم گفته بود که خواهر اگه من برای تو دعا کنم تو شفا میابی ولی یه شرط داره گفته اون شرطش چیه؟ گفته بود باید بری به همه بگی که من دعا کردم تو شفا یابدی اگه قبول کنی که این شرط تو انجام بدی من برای تو دعا میکنم خودم تو رو شفا این خانم فهمیده بود که اینجا این حرفی که این آقا میزنه طبق کلام خدا نیست گفتم باید اعترافات ما طبق کلام خدا باشه دیگه چون دنبال جلال خودش بود گفت منم یه شرط دارم برای تو زرنگتر از این خادم بود گفت من اگه دیدم شفا یافتم میگم شما دعا کردید ولی اگه شفا نیافتم خلافش رو میگم میگم قبل از اینکه بمیرم میگم فلانی اومد دعا کرد من مردم حالا اگه قبول دانی شرط تو باشه گفت نه دیگه اون موقع به خاطر بیمانی خودته که شفا نیفتی گفت چطور وقتی من شفا مییابم به خاطر ایمان توه وقتی نمیابم به خاطر بیمانی منه بعد این خانم خیلی شجاع بود در همون شرایط ضعف بدنیش در رو باز میکنه میگه خواهش میکنم از این اتاق برو بیرون چون روح منو نارام میکنی بهتره اگه خداوند میخواد منو ببره در آرامش برم مثلا نمیذاره دعا بکنه طالب جلال انسان بودن خدا میگه به حیات خودم قسم من جلال خود را به کسی نخواهم داد مرید انسان بودن از یک انسان بوتی ساختن ما تو این کلیسا چرا اینقدر کمیته داریم چرا غیر از شبان این همه آدم دیگه موعظه میکنن منم مثل اونا برای اینکه نمیخوایم شما حتی به بنده که مثلا شبان ارشد هستم و بالاترین سمت رو دارم متکی باشید هیچ وقت به خدمت بقیه هم چقدر اهمیت میدیم این همه آدم تو کلیسا خدمت میکنن این همه انسان تو کلیسای خانگی هستن توی جوانان هستن نوجوانان هستن گروه های مختلف پرستش پونزده تا کمیته کلیسا را اداره میکنه کلیسا را اداره میکنه برای اینکه ما دوست داریم همه به کار برده بشن نمیخوایم نظر شما وای بر اون کسی که به ادوارد یا یکی از مشایخ توکل کنه اون موقع است که لعنت میاد میگه ملعون باد کسی که به انسان توکل کنه دیگه داوود در مزمور 115 و 1 میگه ما را نی ما را نی نام خود را جلال بده ۸ 428 را هم گفتم من جلال خود را به کسی نمیدم یوحنا 14 13 ما فقط قسمت اول و حفظیم مسیح گفته هر چه به اسم من بتلوید به, به شما خواهم داد ولی قسمت آخر آیه چی میگه؟ تا پدر در پسر جلال بیابد اصلا هدف دعاهای ما اینه من وقتی یه چیزی را اعتراف میکنم و یا اعلام میکنم فرمان میدم برای اینه که اون اتفاق بیفته که همه بگن زنده با دیسای مسیح همه بگن جلال برنامه خداوند هللویا این باید باشه این باید باشه بنابراین هدف و انگیزه از اعلام اقتدار و اعتراف ایمان ما ظهور جلال خداست دو تا دیگه هم باقی مونده من سریعتر گفتم که برسیم بر دهتاش گفتم این روش ما واعظی نیست که ده تا نکته توی موعظه بگیم ولی میخواستم اینو من دیگه تمومش کنم مخصوصا ادهی میخوام برم برای شفا و آزادی با این روش ها برم وقتی که فشار قوی تری از طرف دشمن به ما حمله ور می شود اقتدار روحانی و اعتراف ایمان خود را با روزه و دعا همراه است. نقش روزه متاسفانه فراموش شده خیلی ها هستن که ازشون میپرسم آخرین بار که روزه گرفتید میگن آخرین بار فکر میکنم دوازده سال و شیش ماه قبل بوده یه مشکل بزرگ داشتیم روزه گرفتیم کلیسای اولیه هفته دو بار روزه و دعا داشت روزه چهارشنبه و جمعه تاریخی رو میگه خیلی از مشکلات را که دعاهای معمولی حل نمیکنه روزه اون دنده کمکیه بعضی بارها هست که با جرثقیل حمل میشه یه بارهایی هست که ببخشید با تراکتور حمل میشه ولی یه بارایی هست تراکتور هم قدرت نداره جرثقیل که قدرتش بیشتره باید بیاد بکنه اونو و ببره بالا روزه نقش اون جرثقیل رو داره مسی در مورد بعضی از حملات شیطانی گفت این طور جنسا جز به دعا و روزه از بین نمیره وقتی ما روزه میگیریم برای یک هدف خاصی ما روزه فصلی نداریم روزه سنتی نداریم روزه مذهبی نداریم روزه هدفمند داریم برای یک موضوع خاص روزه میگیریم برای یک اسارت خاص برای یک مشکل و بحران خاص و اون وقت و گرسنگی هم نیست فقط مسئله اونی اون وقت را میدیم به جای اینکه دنبال جسم باشیم به دنبال اینکه با روزه و دعا بریم اینه که در روزه جسم شما ضعیف میشه ولی روح شما تقویت میشه چون تو این نفس ما غرور هست نفس ما بیمانی هست تو روزه این نفس بیمان و غرور شکسته میشه بنابراین یاد بگیر کلیسا که به روزه هم اهمیت بده یک فشارهایی هست که باید با روزه و دعا حمله کنیم بش و اونجا قدرت بزرگی نفته شده و بالاخره آخرین نکته آخرین نکته هم متاسفانه اهمیتشو خیلی ها نمیدونن و ما هم چون کلیسای ایرانیان کلیسای فرقه ای نیست اسمش کلیسای پنتیکاستی نیست مستقیما برای اینکه ما میخواهیم همه فرقه ها از هر جایی که ایرانی مسیح واقعی هستن بیان خیلی زیاد به این موضوع در کلیسا تاکید نمی کنیم چون بعضی از کلیساهای دیگه اومدن که خیلی به این موضوع آخری که من میگم معتقد نیستن ولی ببخشن اونو اگه بین ما هستن یا اگه میشنون ولی من نمیتونم به خاطر جلب رضایت اونها این حقیقت رو کتمان کنم نه چون ایمان منه، چون تعلیم کلام خداست. حالا شما اگه این, این را تجربه نکردید یا باور ندارید یا مهم نمیدونید آزادید هر طور که فکر میکنید. باشید. ما هم هیچ کس را مجبور نمی کنیم که این کار انجام بده. ولی اول گوش بدید ببینید چیه؟ این آخریشه دیگه. وقتی میخواییم بنای بیشتری از اعلام اقتدار روحانی و اعتراف ایمان خود بشویم به زبانهای روح خود را رو تقویت کنیم خب خیلی ها اهمیت این موضوع رو نمیدونن و من نمیخوام اینجا بگم چه کسانی تجربه تکلم به زبانها را دارن چون اونایی هم که گرفتن وقتی ازشون میپرسم که استفاده کردید آیا مرتب استفاده میکنید میگن هر وقت خیلی گرم میشیم یا تو کنفرانس یا یه جایی که خیلی روی خدا عمل میکنه چند کلمه ای میگیم آیا واقعا اینه کاربرد زبان ها شما موبایلتون رو هر روز نمیذارید شارژ بشه کلام خدا در اول قرنتیان 14:4 14 میگه هر کس به زبان ها سخن میگوید خود را بنا میکند بنای شخصی و پولس رسول میگه من فقط به زبان عقل دعا نمی کنم. به زبان روح هم دعا میکنم. فقط به زبان عقل سرود نمی خونم به زبان روح هم سرود میخوانم. حتی خودش میگه خدا رو شکر می که بیشتر از همه به زبان حرف میزنم. پولس تو قرنتیان داشت نظم میبخشید بخشید به اونایی که بین نظمی تو کلیسا همه به زبان حرف می هیچ ترجمه ای هم نبود و خب پولس اونا رو داره کنترل میکنه ولی ضد زبان ها نبود حالا فلسفه زبان ها میدونید چیه میدونم برای خیلی از شما ناشناس یعنی ما مطالبی که نمیتونیم به زبان فارسی به خدا بگیم و کم میاریم به زبان روح میگیم شما تا حالا منظره دیدید که خیلی رو شما اثر کرده میگید نمیتونم با چه زبانی بگم چقدر عظمت داره چقدر قشنگه وقتی دردی دارید چی میگید آخ من نمیدونم به چه زبانی بگم چقدر درد دارم وقتی که شوق و شادی دارید میگیم شادی زاید الوصف یعنی نمیتونید توصیف کنید اون شادی رو یا عشقتون رو خب اگه ما در روابط انسانی با یکدیگر کم میاریم مطلب دلتون رو نمیتونید اونجوری که اونجاست به زبان بیارید در رابطه با خدا که خدا نامحدود و ما محدود خیلی بیشتر کم میاریم چرا فقط تکیه میکنید به زبان عقل چرا فقط خدا رو تو عقل چند مسخالی محدودتون اونجا زندانی کردید عقل یک وسیله است ولی نقطه اتکا نیست زبان ها برای عقل شما میگید من به زبانی حرف بزنم که خودم نمیدونم چیه بله این عقلتون نمیفهمه چیه ولی لطفا این عقلتون رو در این قسمت دخیل نکنید این زبان عقل نیست زبان روحه که ورای عقله و این شما رو آزاد میکنه و رابطتون رو با خدا دعاهاتون رو خیلی وسیعتر خیلی عمیقتر خیلی غنیتر خیلی نامحدودتر میسازه و آزادیتون رو بیشتر میکنه من نمیدونم بعضی ها چه مرض دارن بر ضد زبان ها اینقدر حرف می دانن یا مخالفت میکنن حالا طرف نمیخواد خودش بگیره خب نگیره به زور که ما به کسی زبان ها نمیدیم ولی چرا اهمیتش رو از بین بردن پولس میگه گای من شفاعت میکنم به ناله های غیر قابل بیان دارم شفاعت میکنم یعنی چی؟ یعنی به زبان ها دارم میگم دیگه از پنج جایی که کتاب اعمال رسولان روی خدا ریخت چهار موردش کاملا روشنه که اینا به زبان حرف زدن یه موردشم که گفته نشده تازه میگه اون شمون جادوگر دید که اتفاقی داره میفته که رفت گنجی رو آورد گذاشت دیر پای رسولان گفت به من هم این قدرت رو بدید رو هر کی دست بذارم اینو بیابه اگه رسولان مسیح کلیسای اولیه کورنلیوس شاگردان افسوس کلیسای قرنتوس احتیاج داشت من و شما احتیاج نداریم به زبانهای رو سخن بگیم هدف زبان ها نیست هدف پوری روح القدسه ولی روح شخصیت الهیه روح القدس همانطور که فکر داره احساس داره اراده داره روح القدس داره روح القدس لال نیست و میخواد بس به اراده خودش این هدیه را بین شما تقسیم کنه و شما خودتونو وقف کنید بگید خدا من به غیرت میطلبم منو با روح القدس پر کن و این هدیه را به من عطا کن و شما خواهید یافت و خواهید دید وارد یک مرحله جدیدی از آزادی و پیروزی وارد میشید پس از این طریقم استفاده کنید من وقتی کم میارم دعامو گفتم به فارسی گفتم به ارمنی گفتم زمانهایی که خیلی خوب میدونم این دوتاست دیگه حالا انگلیسی رو که ما دعا نمی کنیم اینا رو گفتم بعد میبینم که کم شد یعنی من هنوز اقنا نشدم اینجاست که زبان‌های روالقدس اون کمبود منو پر می‌کنه. و به جای اینکه نیم ساعت در حضور خدا باشم، میتونم یک ساعت باشم. به جای اینکه یک ساعت باشم، میتونم دو ساعت باشم چون اینجا یک کمبودی را داشتم که به وسیله زبان‌های روالقدس پر شد. بعد دنبالش ترجمه میاد، دنبالش نبوت میاد، زبانها در رو باز می‌کنه برای بقیه عطایا پس به نام مسیح شما ای منتظر نباشید ما بیایم برای شما دعا کنیم من بعضی صحنه ها دیدم که اینا بقیه رو زده کرده حرف بزن حرف بزن هر حر چی من میگم تکرار کن زبونش رو میکشم بیرون یا لا زود باش همینه آره همین کلمه است بگو بگو اونم دیگه برای اینکه این دست دست سرش برداره یه چیزی میگه نه شما برید اصلا خودتون تنهایی دعا کنید بگیرید که بدونید با تحمیل و فشار ما نیست اگر از این ده تا روش استفاده از این سه داروی شپا بخش استفاده کنید حتما نتیجه خواهید گرفت. خواهرانی که جمعه میرن این ده تا نکته را نگاه کنن، بررسی کنن و ببینن کجا کم دارن، اونجا را درست کنن. برادرانم هم همینطور چون این جلسه برای برادرانم به زودی خواهد بود و به فیض خدا در کلیسای ما همه از سه برکت سه داروی شفابخش با نحوه استفاده درستش برای لازم رو بیابند خیلی ممنون از توجهتون